پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره سریال جیران، جدیدترین ساخته حسن فتحی، منتشر شد و البته جنجال‌های آن همچنان ادامه دارد. قسمت اول سریال جیران یک شنبه 24 بهمن ما از شبکه نمایش خانگی پخش شد و به نظر می رسد اولین سانسور این سریال نیز در همان قسمت اول رخ داده است، همان جایی که پریناز ایزدیار در نقش خدیجه یا همان جیران و امیر حسین فتحی در نقش سیاوش به کنار برکه کوچک می روند و در یک سکانس سیاوش معشوقه خود خدیجه را در آب می اندازد که این سکانس در همان قسمت اول سریال حذف می شود. همزمان با انتشار قسمت اول سریال جیران، همایون شجریان که به عنوان خواننده با این پروژه همکاری داشته، تیتراژ پایانی آن را در اینستاگرام خود منتشر کرده است. آهنگساز این قطعه فردین خلعتبری و ترانه آن را امیر حسین اللهیاری سروده است. با گذشت 3 سال از سریال محبوب شهرزاد، حسن فتحی کارگردان مشهور که او را یکی از موفق ترین سریال سازان ایرانی می دانند، با اثری جدید به شبکه نمایش خانگی بازگشته است. سریال جیران ماجرای عاشقانه و تاریخی است. این داستان دوران پس از مرگ امیر کبیر را روایت می کند، زمانی که ناصرالدین شاه با جیران آشنا می شود و این آغاز یک عشق است. مجموع قسمت های این سریال تا حدود 6 سال از زندگی ناصرالدین شاه و جیران را برای مخاطب به تصویر می کشد. فهرست بلند ستاره های سریال از یک طرف و سابقه حسن فتحی در عرصه سریال سازی از طرف دیگر، توقعات از سریال جیران را بالا برده و امید می رود این اثر هم به موفقیت دیگری در کارنامه فتحی بدل شود. حسن فتحی فیلمنامه جیران را به همراه احسان جوانمرد نوشته که از آثار قبلی او میتوان به مجموعه بانوی مارد ساخته عزیز الله حمید نژاد اشاره کرد. یک سریال تاریخی دیگر در حال و هوای دوران قاجار که در سال 97 از شبکه 3 پخش شد و با استقبال زیادی از طرف مخاطبان مواجه شد. برخی از بازیگران سریال عاشقانه تاریخی جیران عبارتند از بهرام رادان، پریناز عزت‌یار، امیر حسین فتحی، امیر جعفری، رویا تیموریان، مریلا زارعی، مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور، ستاره بسیانی، غزل شاکری، سمیرا حسنپور، هومن برق‌نورد، مهدی کوشکی، غلامرضا نیکخواه، سیاوش چراغی پور، محمد شیری، نهال دشتی، سینا رازانی، بهنام شرفی و پاشا جمالی. نقش جیران که سریال نام خود را از او گرفته، پریناز ایزدیار ایفا می کند. بهرام رادان در نقش ناصرالدین شاه ظاهر شده و رعنا آزادی ورنیز نقش تاج و دوله نوه فتحعلی شاه، منوخسین همسر عقدی ناصرالدین شاه را بر عهده داشته است. مریلا زارعی و امیر جعفری نیز نقش های مادر ناصرالدین شاه و مهدالاولیا آقاخان نوری صدر اعظم قاجار را ایفا کردند. غزل شاکری هم ایفاگر نقش ملک زاده، خواهر ناصرالدین شاه و همسر امیر کبیر می باشد. داستان این سریال درباره جیران سوگلی ناصرالدین شاه است که در حقیقت یکی از ندیمه های او بود و شاه قاجار طی دیداری اتفاقی به او علاقمند می شود و با او ازدواج می کند. این سریال روایتگر دوران عشق این شاه قاجار به جیران است. قصه سریال جیران پس از مرگ امیر کبیر و آشنایی ناصرالدین شاه با جیران آغاز می شود و تا حدود 6 سال از زندگی ناصرالدین شاه و جیران را در بر می گیرد. فیلم برداری سریال جیران که اسماعیل عفیفه تهیه کنندگی آن را بر عهده داشته، از اواخر سال 99 آغاز شد و تا سال 1400 ادامه یافت و در این مدت چند باری به دلیل شیوع کرونا با وقفه های کوتاه مواجه شد. قبلا شباهت موضوع این سریال با 2 مجموعه دیگر خبرساز شده بود. قبله عالم به کارگردانی حامد محمدی و آهوی من مارال به کارگردانی مهرداد غفارزاده
دو سریال دیگر شبکه نمایش خانگی هستند که در آنها نیز به زندگی ناصرالدین شاه قاجار پرداخته شده. در اولی حامد کمیلی و در دومی حسن معجونی ایفاگر نقش این پادشاه بودند. هرچند در ابتدا گفته شده بود در هر یک از این مجموعه ها به مقاطع و ابعاد مختلفی از زندگی چهارمین شاه دودمان قاجار پرداخته شده است، اما شباهت سریال های جیران و آهوی من مارال درد سرساز شد و پخش سریال حسن فتحی با شکایت مهداد غفارزاده کارگردان سریال دیگر با ادعای وجود شباهت هایی میان فیلم نامه این دو اثر یک ماهی به تعویق افتاد. در نهایت اما با رأی ساترا سریال جیران از کپی برداری از سریال آهوی من مارال تبرئه و اجازه انتشاران در 24 بهمن ما صادر شد. در خلاصه داستان سریال جیران که قصه عاشقانه تاریخی دارد آمده است، زنهار که تراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته، سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجا تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجا از شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و امیر کبیر در گور خفته، هر نامی آبستن تنگ است و هر سولی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه می خواهد، قلعه ای می خواهد که جان پناهش باشد. برای اولاد آدم هیچ قلعه محکم تر از عشق نیست. بدهید همه جا جار بزنن که ایها الناس، دیروز در حوالی تجریش پادشاه شما عاشق شد. نخستین قسمت از سریال جیران حسن فتحی تا حد خوبی یادآور همان شکل و شمایل از فیلم نام نویسی و فیلم سازی است که از او در روزهای خوب فیلم سازی و سریال سازیش به خاطر داریم. چرا؟ فتحی در گام نخست این اثر تازهش کاملا روان و بی اضافه کاری موفق شده تا جهان اثر و مختصات روابط و کشمکش ها را برای مخاطبش تعریف و ترسیم کند. این مسئله در شکل نگارش فیلم نامه و چینش فعل و انفعالات درون متنی و در ادامه در شکل کارگردانی او قابل رصد است. برای نمونه میتوان به سکانس گردن زنی در ابتدای داستان اشاره کرد که در کمترین زمان ممکن با چند نمای بسته از واکنش های فیزیکی و بازی با صورت و نگاه بازیگران خط و ربط آنها با یکدیگر مشخص میشود و با تکیه بر نماهای کوتاه اما از زاویه نگاهی درست تکلیف مخاطب را با موقعیت نگرانی ها و دل مشغولی های اولی شخصیت ها چینش قدرت و البته دیکتاتوری و همزمان تزویر و دغلبازی موجود در فضا آشنا می کنند. برای شناخت فضای حاکم بر دربار ناصری کافیست و سکانس گردنزنی و سکانس ارائه گزارش عمل کرده آقا خان نوری امیر جعفری صدر اعظم دربار را در نظر بگیریم تا مشخص شود که با چه انسان ها و در چه فضای روبرو هستیم. آیا این دادا معرف لایه های درونی شخصیت هاست؟ آیا تمام ریزکاری های ذهنی و رفتاری آنها را عیان می کند؟ پاسخ قطعا منفی است. اما آیا این میزان از ارائه داده بدون اضافه کاری های بصری و کشدار کردن نماها و دیالوگ ها به عنوان نمونه نسبتا استاندارد برای کدگذاری ابتدایی در داستان کافی است؟ پاسخ مثبت است. به شکلی قرین همین ویژگی در مورد ارتباط میان سیاوش امیر حسین فتحی و خدیجه پریناز ایزدیار صادق است. بناست در قسمت نخست مخاطب با اندازه و شکل ارتباط عاطفی میان این دو جوان آشنا شود و آن را باور کند. پاسخ مثبت است. آیا این اتفاق می افتد؟ باز هم پاسخ مثبت است. اما برای قضاوت زود است. باید نشست و دست کم چند قسمتی از سریال را دید تا بتوان نظر دقیقی در مورد چند و چون آن ارائه کرد. در قدم نخست اما فتحی تا حد خوبی از پس معرفی فضای کلی داستان و معرفی موقعیت جغرافیایی و ترسیم آرزوها و معانه پیش روی این آرزوها برآمده است.